سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما نمودار هیستوگرام رو کشیدیم و گفتیم که تو چه بازه ای از قیمت ها بیشترین فراوانی ها وجود دارن این نمودار رو ما واسه نقاط دور افتاده و درون دامنه هم کشیدیم که این هیستوگرام ها به دست اومدش حالا میخواییم از یه نمودار دیگه ای استفاده کنیم تا دیتا هامون رو بهتر ببینیم و بتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم اونم نمودار پارتوه که در موردش صحبت کرده بودیم گفتیم که نمودار پارتو در واقع نمودار پارتو در واقع میاد چیکار میکنه قانون 80 20 رو اعمال میکنه میگه بر فرض مثال اگر شما یک مجموعی رو داشتین که از آیتم های مختلفی تشکیل شده 20 درصد از این آیتم ها 80 درصد ارزش رو تشکیل میدن خب پس این 20 درصد ها دارای اهمیت خاصی هستند که باید اونها رو در نظر بگیریم حالا ما تو اینجا تو اونجا البته گفتیم که ارزش میتونه فراوانی باشه یعنی 20 درصد از مجموع آیتم هایی که وجود داره 80 درصد فراوانی رو تشکیل میدن یا میتونه قیمت باشه یعنی 20 درصد از آیتم هایی که اینجا 80 درصد از قیمت رو تشکیل میدن یا هزینه یا هر چیز دیگه خب تو اینجا ما فراوانی رو به دست آوردیم میبینیم که در واقع این قسمت 15 میلیون 15 دلار تا 18 میلیون دلار بیشترین فراوانی رو داره یعنی این جزء اون 20 درصدی از این تیکه که 80 درصد فراوانی رو داره تشکیل میده و به وضوح میتونیم ببینیم تو اینجا هم فراوانی ها رو ما کشیدیم و داریم میبینیم و نمودار پارتو اگه باسه فراوانی بکشیم چیز زیادی به ما نمیده اما میتونیم یه نمودار پارتو باسه در واقع ارزش بکشیم باسه ببخشید باسه ارزش دلاری ترسیم بکنیم که ببینیم چه آیتم هایی 20 درصد ارزش یا بیشتر یا حالا در واقع بیشترین ارزش ها رو به ما دارن برمیگردونن واسه اینکه این کار رو بکنیم من دیگه واسه این نمودار کشم چون نیازی نداریم واسه این دوتا پارتو رو میکشم چون میخوایم تحلیل بکنیم من دو تا ستون اینجا اضافه میکنم که جا داشته باشیم ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که درصد ارزش رو حساب بکنیم یعنی چی؟ یعنی که بگیم آقا این آیتم چند درصد از کل ارزش رو توی مجموعمون داره تشکیل میده یعنی این چند برابر کل هستش اگه سامیشن بگیریم اینجا یعنی من اومدم الان اینجا یه سام گرفتم روی کل این ستون سامیشنی که روی کل این ستون دارم میگم مجموعه کل ارزش رو داره به من نشون میده دیگه درسته یعنی این مجموعه کل ارزش الان اگر این سلول رو تقسیم بر مجموعه کل ارزش بکنم ارزش فقط این یه دونه رو به من داره برمیگردونه که یه عددی بین صفر و یک هستش باست اینکه پارتور رو بکشیم بهتره از بزرگ به کوچیک سورت کنیم وقتی از بزرگ به کوچیک سورت کنیم میتونیم حالا بهتون نشون میدم نامیدار پارتو رو ترسیم بکنیم چیزی که هست الان اینجا صفر داره به شما نشون میده به خاطر به خاطر اعشار اون هستش اعشارش که زیاد کنیم میبینیم که صفر نیستن اینا چون مجموعه کل قیمت ها زیاد شده هر کدوم از اینا درصد کمی رو تشکیل میدن خب این درصد ارزش هستش من یه دونم تجمعی درصد ارزش تجمعی رو حساب میکنم ای بابا درصد ارزش تجمعی خب در واقع تجمعی یعنی چی یعنی هر سلول به اضافه قبلیش یعنی اولیش که خودش میشه که برابر با سی دو مساوی نذاشت با سی دو. وقتی که سیدو رو اینجا تایپ میکنین چون به صورت جدول هستش به صورت خودکار میره تا پایین یه کنترل زد بزنین دیگه نمیره برمیگرد به همون اول سلول بعدی برابر با چیه؟ برابر با قبلی که همون بی هستش به اضافه رو به رویش سی سه این رو میزنیم چون قبلی هر نزدیم بره پایین کنترل زد زدیم اینجا از همون میپرسه میخوای روی کل ستون اعمال کنم اینو؟ نه فقط میخوایم روی پایینیاش اعمال بشه پس این دابل کلیک میکنیم روش که بره پایین خب گفتم که این در واقع صفر نیستش این اشار کرده که اینطوریه من اگه یه پرسنت اینجا بزنم داره اینجا به من نشون میده و میبینیم که به صورت سعودی هست همینطور داره زیاد میشه خب پس من الان درصد ارزش و تجمعی رو کشیدم حالا چطوری نمودار پارتو رو ترسیم بکنیم واسه ترسیم نمودار پارتو من یه محورم باید ارزش های دلاری رو نشون بده که محور عمودی من هستش و یه محورم هم باید درصد تجمعی رو نشون بده در واقع دو تا نمودار دارم یک جا می کشم اگر خاطرتون باشه بزن قبل اینکه ترسیمش کنم ما تو جلسه قبل نشون دادیم که نمودار پارتو تشکیل شده از یه نمودار مستطیلی و یه نمودار خطی نمودار مستطیلی به این صورت بودش خب که گفتیم یا فراوانی اینجا که همون هیستوگرام اون میشه یا قیمت میتونه باشه که ما اینجا قیمت رو انتخاب کردیم و یه دونه دیگه هم نمودار روش بعد میکشیدیم که نمودار تجمعیش میشه خب این محور من اگر قیمت باشه این ور اینجا داره مثلا 100 میلیون دلار رو نشون میده حالا این میلیونه بعد بر فرض اینجا 90 میلیون رو داره نشون میده اینجا 80 رو اینجا 70 رو الا صفر خب و این محور من محور دوم من که برای خط باید در نظر بگیریم پرسنت رو داره نشون میده به چه صورت از صفر 10 درصد 20 درصد مثلا سی درصد 40 درصد 50 الا 100 درصد پس این محور محور دوم هستش که باسه پارتوه این میشد نمودار پارتوی ما خب حالا ما چجوری این رو بر ترسیم کنیم توی اکسل پس من یه دونه نمودار مستطیلی لازم دارم سود برای ستون ارزش دلاری از این دارم شروع میکنم میام جا یه نمودار با باسش میکشم میبینیم که نمودار رو وقتی میندازیم تشخیص میده که محصول یک تا 650 من نیازی ندارم حتما این محصولاتی که اینجا وجود داره اسمشون قرار داده بشه بخاطر اسمشون هم خیلی طولانی بیشتر نمودارم زشت میکنم شماره شو داره نشون میده محصول یک دو سه چا من اینجا ردیف هم تعریف نکردم خود اکسل اومده ایندکس گذاری کرده اگه بخوایم اینو تغییر بدیم باید بریم تو سلکت دیتا و این رو ای این رو ادیت کنیم و این قسمت رو انتخاب کنیم ولی الان خوبه خب میبینیم وقتی که تو سلکت دیتا هستیم سری یک من ارزش دلاریه این رو ادیت میکنم و عنوانش رو قرار میدم ارزش دلاری این واسه عنوانه این واسه ولیو هستش قرار میدم گفتم من واسه محور دومم باید در واقع درصد تجمعیم رو قرار بدم پس اد میکنم درصد ارزش تجمعی مقدار ولیو چجوری میشه میاد این ستون رو میگیره و اوکی میکنم خب الان دیتا هم رو گفتم یه دونه یه سری دارم واسه ارزش دلاری یه سری هم دارم ارزش تجمعی اینو که اوکی بکنم چیزی اینجا نشون نمیده چون جفتش رو میله ای در واقع داره میکشه و اون بین صفر که و این 900 میلیونه چن چارت تایپ رو بزنیم من دو تا محور میخوام داشته باشم بیام تو قسمت کمبو تو قسمت کمبو الان دو تا سری منو داره نشون میده خودش هم داره پیشتا لاین بکش من تیکش رو میذارم اوکی میکنم وقتی یه تیکش رو بزنیم میبینیم که یه نمودار تجمعی با این شیب داره به من نشون میده این رو هم بزرگ میکنم میارم بغل اینا خب. الان یعنی نمودار پارت من درسته که از صفر نمودار تجمعی تا صد رفته با این شیب تند به خاطر اینکه پراکندگیش خیلی کمه و 80 درصدش اغلبش رو داره تشکیل میده به خاطر اینکه ما درون دامنه ای رو در نظر گرفتیم حالا بریم واسه نقاط دور افتاده همین رو ترسیم بکنیم پس من گفتم یه دونه درصد ارزش رو در لازم دارم یه دونه درصد ارزش تجمع من اینجا دیگه سریع انجام میدم این رو گفتیم که این برابر با این تقسیم بر مجموع این ستون اینتر میکنم و این هم برابر با دی دو برش C دو اول اینتر میکنم یه کنترل زد میزنم که رو همش اعمال نشه میام پایینی می, می قبلی دی دو به اضافه سی سه اینتر میکنم و اینو میزنم تا پایین برم و اینم به درصد تبدیل میکنم اینم در واقع درصده دیگه خب در این داره نشون میده که این کالا حدودا یک درصد از مجموعه کل رو داره تشکیل میده خب بریم نمودار پارتوش رو بکشیم گفتیم این رو انتخاب میکنیم اینزرت اول یه نمودار میله بعد میریم توی select دیتا اسم این رو میتونیم درست کنیم بکنیم ارزش دلاری اوکی okay. و اد میکنیم درصد ارزش تجمعی رو اوکی okay میکنیم این هم okay. بعد میایم توی چنج چارت تایپ میایم توی کمبو تیک سکندری عکس رو میزنیم که محور دوم رو باسه ما ترسیم بکنه به صورت لاین هم میخوایم باشه اینجا میتونیم موردهای دیگر هم انتخاب بکنیم ولی لاین واسه پارتو مناسب خوب یعنی اینم میذاریم اینجا خب حالا نوبت تحلیل رسیده الان هدف من چیه در واقع من تعداد زیادی کالا دارم اومدم ابتدا گفتم خب نمیتونم همش رو تح... پیشنهاد بدم به در واقع مدیرم که آقا بیا اینا رو تولید کن گفتیم سورت کردیم اینا رو وقتی که سورتشون کردیم گفتیم که یه کالایی هست تو این رنج قرار میگیره یه سری کالاها اینا رو آیا بدیم گفتیم نه گفتیم اگر اینا رو ما به مدیر اون پیشنهاد بدیم چون در واقع خیلی واردات روش انجام شده صد درصد یه شخص عادی نتونسته بره اینو وارد بکنه دولت بوده این کار رو داشته انجام میداده و دولت هزینه بسیار سنگینی هم باسش داده حتما یه دلیلی داشته که نرفته تولید بکنه واسه اون دولت میصرفه که اینو وارد کنه به جنگ تولید بکنه به صرف تره پس بهتره منم وارد نشم علکی این یه تحلیل اون بودش حالا تو اومدیم در واقع کل کالا رو گرفتیم به دو قسمت تقسیم کردیم گفتیم که در اون دامن او نقاط دور افتاده نقاط دور افتاده هم گفتیم یه سری ها اصلا خیلی دیگه زیادن حدودا 10 تا دونه هست که پیشنهاد میدیم نریم سمتشون و بیاین نقاط دور رو از اونجا به بعد تحلیل کنیم که نمودار پارتو و هیستوگرامش رو کشیدیم واسه درون اون دامنه هم همینطور خب بریم ابتدا یه ذره اینو کوچیکش میکنم بریم ابتدا این رو ببینیم اگر خاطرتون باشه ما گفتیم این ببخشید این الان نموداری هستش که داره از 3 میلیون نشون میده تا 8 میلیون درسته پس این طرف ارزش بیشتری داره همینطور داریم میبینیم که آقا تعداد واردات به صورت تقریبا یک نواخته درسته که تا اینجا 60 درصد موارد رو رفته و 60 درصد ارزش رو در واقع این محیط داره تشکیل میده خب اما خیلی با شیب ملایم داره میاد پایین یه جورایی و یه،, مقدار داره میگه همشون یک نوع اهمیت رو دارن اما اما تو این بازه که ما داشتیم میگرفتیم این 20 درصد ارزش این قسمت تا کالای 103 داره 20 درصد ارزش کل رو نشون میده درسته پس تا چند میلیون تا ببخشید اینجا که نمیشه این در واقع خب تا هشت میلیون پس من کالاهایی رو دارم هشت میلیون فراوانیش رو نها کنیم اینجاست تقریبا شست تا کالا تو این رنج قرار دارن چل تا هم تو اینجا دارن حدودا صد و خورده ای که داری میبینیم پس من صد تا کالا تو این ناحیه دارم خب این صد تا کالا چی کالایی هستن که فراوانیه در واقع نسبتا مطلوبی دارن تعداد صد تا کالا توشون هست دیگه این یکی خودش صد تاست به تنهایی یعنی مجموع این دوتا برابر با بر بر میشه فراوانی بیشترین فراوانی فراوانی مطلوبی دارن در عین حال ارزش خوبی هم دارن پس این دوتا مجموعه یه مجموعه مناسبی هستن که من روشون برم تحقیقات بیشتری کنم پس صد تا کالا رو از اینها انتخاب میکنم پس گفتیم که صد تا کالا توی رنج از 7 میلیون یعنی از کالا یک الا کالا 102 میتونیم در نظر بگیریم یا 100 خب بیایم تو اینجا یعنی کدوم کالاها من اینو تو ببخشید در اون دامنه از کالا یک تا کالا 100 در واقع میاد این 100 تا کالا سطح اول من تونستم تشخیص بدم که روی چ... کجا ایست کنم این خیلی مهمه یعنی بین اون همه کالا من اینا رو انتخاب کردم اوکی رنگشون رو عوض میکنم که بعدا بتونم روشون صحبت کنم در واقع اینا رو میخوایم فیلتر کنیم بیایم و جدا تحلیل کنیم تو این قسمت چطور تو این قسمت هم من یه عکس بگیرم که بتونیم اینم تحلیل کنیم خب نها این خیلی متفاوت تره اینجا الان تقریبا بیایم حالا تا اینجا تو این قسمت چل درصد ارزش رو زدم خب اگه در نظر بگیریم اینجا میشه روی قیمت درسته یعنی از چند میلیون تقریبا حالا بیایم صد در نظر بگیریم اینجا رو در نظر بگیریم اینجا میشه سی درصد ارزش دقیقا نقطه عطفش میشه یعنی از 100 میلیون الا 400 میلیون این 100 میلیون الا 400 میلیون نها کنید فراوانی زیادی ندارن کو 100 میلیون اینجا میشن فراوانی کمی دارن اما میدونیم بیشترین ارزش هایی هستن که توی توی دامنمون وجود داره توی کل جمعیتمون در واقع یعنی چند تا کالای اول هفتاد هفت کالای اول در واقع بیشترین ارزش رو دارن ناکنین یعنی یه نکته مهمی هستش چرا؟ به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه ما اول اومدیم سورت کردیم وقتی که سورتش کردیم مرتبش کردیم توی کل من گفتم که آقا اینا مناسب نیستن که بیایم همه اول ده تا اول بیا بریم تصمیم گیری کنیم روشون ببینیم اصلا پراکندگی چطوره نمودار جعبه کشیدیم پراکندگی رو در نظر گرفتیم و گفتیم اینا خیلی دور افتادن پس اصلا باید حذف بشن یه جورایی بعد اومدیم گفتیم که خب از این نمودارا خواستیم استفاده کنیم این نمودارا به ما چه کمکی کرد الان به ما کمک کردش که گفت آقا ده تا اول رو نگیر در واقع بیا دیتات رو به دو قسمت تقسیم کن از کالای یک برو تا کالای مثلا 500 و این یکی هم از کالای 500 بیا کالای مثلا هزار کاری ندارم عدد همینطوری دارم در این کالای یکت که اینجا بودم ببر وقتی که نمودارا رو دیدم گفت ببر اینو از کالای ده حساب بکن کالای دوازده حساب شروع بکن خب یعنی در واقع من رنجم و اومدم کوچیک کردم بین دوازده تا کالای هزار بین چند تا کالا بین پنج هزار کالا یعنی در واقع من تقریبا یک پنجم کالا رو فقط گرفتم که مساویه با همون 20 درصد اگه توجه در کنم فقط تونستم بهتر انتخابشون کنم کالاهایی که مناسب و بعد در عین حال اومدم اینجا دوباره گفتم ناکن بر اساس پارتو و نمودار فرابانی گفتش آقا ناکن اینو برو تا هفتاد تقریبا هفتاد تا کالا از این یعنی انتخاب کن تو این رنج و این رو هم از همین جا خب واسه اینکه ارزش بیشتری دارن ببین اینها هم ارزش خوبی دارن ها اما اگر قرار باشه انتخاب کنیم بین این هفته تا کالا انتخابات خیلی بهتری در اینها حال بر اساس نوع پراکن چون اینجا فراوانی خیلی زیادی داشت خیلی بیشتر بود در واقع بیشتر فراوانی ما تو این رنج بودش بهتره که از این هم یه سری کالا انتخاب بکنیم که سرمایه گذاریشون رو بررسی کنیم چک کنیم یه استادی یه چیزی داشته باشیم پس اومد گفت این رنج 500 به بعد رو هم تا 100 تاش رو انتخاب بکن یعنی در واقع من الان 170 تا کالا رو از 5000 تا کالا جدا کردم بر اساس منطقی که اومدم استدلالی که داشتم و نمودارهایی که دیدم و بررسی کردم حالا باید بیام روی 170 تا کالا بیشتر فکس کنم خب بیایم اینجا هم اینا رو زرد بکنیم کدومه؟ <تص> نقاط دور افتاده گفتیم تا کالای چند تا کالای هفتاد هفتاد و هفت هفتاد خب یعنی تا هفتاد تا کالا یه مقرد بزنیم دوباره نگاه کنیم اینجا میشد سی درصد میاد اینجا روی کالای پنجاه هشت پنجاه هشت تا کالا رو از این من انتخاب بکنیم خب بیاین تا کالای 58 حالا میکنیم می‌کنیم 60 تا اینا رو زرد میکنیم پس تو جلسه بعد ما در واقع می‌خوایم فوکسمون رو بیشتر روی این 50 تا 60 تا کالا و 70 تا کالایی که چند صد تا کالایی که اینجا داشتیم تمرکز کنیم. یعنی 150 تا کالا رو خب حالا بین این 150 تا کالا اینا رو چطوری باید تفسیر بکنیم و باز انتخاب کنیم بین 150 تا کالا خیلی زیاده من نمیتونم برم به مدیرم بگم که مدیر جان من اومدم داده ها رو بررسی کردم 150 تا کالا وجود داره که ارزش سرمایه گذاری دارن نه این 150 تا کالا در حال حاضر پتانسیلش رو دارن پتانسیل از دید ما حالا باید بررسی بکنیم ببینیم واقعا پتانسیل کداماشون خوبه ما باید این بررسی رو تا حدی انجام بدیم که بین 10 الا 20 ده هم حالت زیاد گفتم بستگی به 9 مثلا مدیرمون داره بین 5 الا 20 تا کالا رو توصیه کنیم وقتی که اینو توصیه کردیم بعد با اینا حالا بر اساس مثلا مدیر عاملون میاد آه چه خبره 20 تا کالا به من باز دادی 20 تا کالا شاید واسش زیاد باشه ما میخوایم بعدش فیزیبیلیتی استادی کنیم امکان سنجی کنیم دیگه خود امکان سنجی نیروی خاصی میخوادش زمان میخوادش واسه هر کدوم از اینا میگه آقا بین این 20 تا برو باز چند تا رو انتخاب کن مثلا 5 رو به من برسون بعد این 5 رو میدیم به تیممون که برن امکان سنجی کنم ببینن کدوم واقعا صرف اقتصادی داره بین این 5 کالا. پس در واقع هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که بین 5 تا برسیم. 20 تا خیلی زیاده. یعنی 5 6 7 تا مثلا حالا بستگی داره که چقدر بتونیم فیلتر کنیم. پس باید بین این 150 تا 5 تا کالا رو انتخاب بکنیم. خب انتخاب 5 از 150. پس آیتم های دیگر رو توی جلسه بعدی باید در نظر بگیریم. که در واقع ما متغیر بعدیمون رو وارد میکنیم و متغیر بعدی وزن هستش و میایم روی دو متغیر یه مقدار صحبت میکنیم بتونیم این دوتا متغیر رو با هم ببینیم مقایسه کنیم و غیره خب ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهد